احتمالاً در روز دیگر نشست ترکیه درباره صلح افغانستان برگزار شود. از همین رو رایزنی ها درباره چگونگی اجندا میان نمایندگان همه طرف ها در قطر و از سوی هم مشوره ها درباره ایجاد یک طرح واحد از سوی حکومت افغانستان ادامه دارند. گفتگوها هنوز هم میان نمایندگان سازمان ملل متحد و کشورهای حامی و برگزار کننده در محور اجندای کنفرانس ترکیه با هر دو هیئت و همچنان جلسات گروه های تماس هر دو جانب برای نزدیکی دیدگاه ها ادامه دارد. کمیته تهیه و ترتیب مسویده صلح امروز هم جلسه داشت. در این جلسه به شمول طرح ارگ ریاست جمهوری، طرحهای مختلف و نظریات کتیبی که به شورای عالی مصالحه ملی رسیده بود بحث و گفتگو صورت گرفت. پیشرفت های خوبی صورت گرفته. امیدواری مایی است که تا پایان این کار این کمیته بتوانیم یک سند جامع و قابل قبول برای تمام طرف ها داشته باشیم. با این حال گمان زنی ها درباره هر گونه تصمیم برای تامین صلح در افغانستان بیشتر شدند. حتی درباره ایجاد حکومت موقت صلح و یا برگزاری انتخابات زود هنگام. خوش آمدی. اما در بامیان کریم خلیلی رهبر حزب وحدت اسلامی افغانستان خط سرخ های را برای نظام آینده مطرح می کند. او می گوید که هرگاه این صلح عادلانه نباشد پیامدهای ناگوار بر جا خواهد گذاشت. افغانستان از این مرحله گذشته که چیزی به مردم تحمیل شد. به هیچ وجه چیزی تحمیلی هم به خارجی ها میگم، هم به دوستای منطقه میگم، هم به طرف های قضیه میگم، چیز تحمیلی برای هیچ قومی، هیچ بخشی، هیچ جریان قابل قبول نیست و در برابرش با قامت رسای ساد خواهد شد. زنان افغانستان نیز پیشرت هایی را درباره نشست ترکیه مطرح میسازند. شمار از زنان سیاستگر در این کشور میگویند که گفتگوهای صلح بدون حضور زنان و حفظ آزادی های آنان بی‌معنا است. زنان به عنوان حقیقت اجتماعی جامعه افغانی به هیچ عنوان نباید از مذاکرات با سرنوشت آینده سیاسی افغانستان کنار زده شود. و باور من هر پروسه که بدون مشارکت زنان و بدون حضور داشت زنان در افغانستان صورت بگیره یک پروسه ناکام خواهد بود. اگر زنان در پروسه صلح سهیم نباشند، اگر مردم ملکی افغانستان دیدگاه هایشان در پروسه صلح موجود نباشه، او صلح عادلانه و صلح باثبات نخواهد بود. هرچند رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان دیروز در نشست مشورتی با شمار از زنان سیاستگر گفت که جایگاه زنان در گفتگوهای صلح ترکیه چشمگیر خواهد بود و بدون در نظر داشت نیمی از جامعه صلح امکان پذیر نیست. جلال میرزاد، تلویزیون آشنای صدای آمریکا، کابل.